تیتر اول امشب از سرگیری پخش برنامه های ایران اینترنشنال در بریتانیا، باز هم از دو پایتخت بزرگ جهان لندن و واشنگتن با شما. قتل هولناک هایده، دختر 16 ساله سردشتی به دست پدرش بار دیگه پرونده زنکشی در ایران رو باز کرد. آمارها میگن در 6 ماه اول سال 52 مورد زنکشی اتفاق افتاده که دست کم 20 موردشون با انگیزه موسوم به ناموسی بوده. چه کسانی جنگ ایران و عراق رو کش دادن؟ آیا میشد جنگ رو 6 سال زودتر تمام کرد؟ امشب در زیر ذره بین میپرسیم چه شد که جنگ ایران و عراق 8 ساله شد و نقش خمینی و خامنه ای در اون چه بود؟ و آیا این جنگ دفاع مقدس بود؟ عدم توافق جمهوری خواهان بر سر تصویب لایحه بودجه همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت تصویب این لایحه در کنگره، آیا دولت آمریکا برای 22مین بار تعطیل میشه؟ به تیتر اول خوش اومدید. وقت شما بخیر. امروز دوشنبه سوم مهر، شبکه ایران اینترنشنال بعد از وقفه چند ماهه پخش برنامه‌های خودش رو از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت. حتما بسیاری از شما بینندگان ما به خاطر دارید که 29 بهمن ماه پارسال ایران اینترنشنال پس از تهدیدهای تروریستی از سوی جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران که به ویژه بعد از پوشش شبانه روزی اعتراضات سراسری در ایران شدت گرفت، مجبور شد پخش تلویزیونیش رو به طور موقت از دفتر لندن به شکل کامل به واشنگتن منتقل کنه. از جمله ما در تیتر اول هم به همین دلیل بود. اما امروز با تلاش همکارانم استودیوی جدید و مجهز ما در لندن کارش را آغاز کرد تا ایران اینترنشنال باز هم از دو پایتخت مهم جهان لندن و واشنگتن با شما باشه. محمود عنایت مدیر شبکه ایران اینترنشنال در پیامی به همین مناسبت گفت پخش مجدد برنامه‌های ما از لندن گواهی بر اینه که ما از خبررسانی مستقل و بدون سانسور به مردم ایران چشم‌پوشی نخواهیم کرد. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به استودیوی جدید ما در لندن، جایی که علی اصغر رمضان‌پور سردبیر اجرایی خبر ایران اینترنشنال با ما همراه میشه. خوش اومدین آقای رمضان‌پور. به تیتر اول خیلی تبریک میگم. در این مدت کمپین های زیادی علیه ایران اینترنشنال بود، اطلاعات غلط، اخبار جعلی، اما همکاران ما بی سر و صدا کارشون انجام دادن تا امروز استودیوی تازه ما در لندن کارش رو آغاز کنه. بله، خیلی متشکرم نیوشا جان. من هم به تو و بقیه دوستان و همکارانمون تبریک میگم. واقعا برای ما که خب طبیعتاً روز بسیار خوبیه و با خوشحالی و هیجان همراه هست، ولی من فکر میکنم که این یک روز مهم هست در تاریخ روزنامه نگاری ایران. نیوشا، خودت میدونی حدود 20 سال پیش در یک شب فقط اعلام شد که از دفتر خامنه‌ای گفتند و 16 روزنامه و هفتنامه و ماهنامه رو یک شبه بستن و هیچ کدوم از اونا نمیتونستن دادخواهی بکنن که چه اتفاقی افتاد. یعنی ما در ایران همواره تجربه کردیم روزنامه‌نگاران ایرانی که جلو حرف زدن ما رو بگیرن، ما رو سانسور بکنن و هیچ دادخواهی نداشته باشیم و نتونیم مقاومت بکنیم. اینجا برای من برای اولین بار تجربه یک روزنامه‌نگاری وجود داشت که با بهره‌گیری از به هر حال این فضای حمایت از آزادی بیانی که در کشوری مثل بریتانیا وجود داره، حمایت نهادهای مدنی و نهادهای رسانه‌ای و همه اینا باعث شد که ما دوباره برگردیم و اون چیزی که حق ما روزنامه‌نگارانه و اینجا موقتاً از ما سلب شده بود رو بگیریم. به هر حال من فکر می‌کنم نه فقط برای ما روز خوبیه، برای روزنامه‌نگاری ایران هم روز خوبیه. دقیقاً چیزی که هم شما هم دیگر مدیرای ایران اینترنشنال اشاره کردین، دقیقاً همین مبارزه با سانسور بوده، به نوعی که نمیشه اجازه داد دوباره جمهوری اسلامی در بیرون از ایران هم همون فضای سانسور و سرکوب به رسانه‌ها تحمیل بکنه. اما آقای رمضان‌پور، کمی راجع به استودیوی جدید، امکاناتی که داره، فضایی که هست توضیح میدین؟ خب همونطور که میدونه نیوشا، ما در این مدت ظاهراً استودیوی ما تعطیل بود و ما امکان پخش نداشتیم، ولی چند اتفاق بزرگ داشت می افتاد. یکی اینکه از نظر نرم افزاری ما با سیستم های تازه کارمون رو شروع کردیم. این سیستم تازه نرم افزاری در واقع ما رو تبدیل میکنه به یک تحریریه جهانی و به همکارانمون در شهرهای مختلف جهان و اینجا در لندن امکانات تازه ای میده که بتونن
از راه دور با همدیگه کار بکنن. این در واقع دستاورد فنی همراه هست با استودیویی که به مراتب بزرگتر هست، استودیویی که امکانات فنی بهتری داره و این اجازه میده به ما که هم از نظر محتوا و هم از نظر ساختار تلویزیونی فعالیت بیشتری بکنیم، دست بازتری داشته باشیم. بنابراین من میتونم بگم که ما حالا بعد از اینکه احتمالاً در چند روز ما باید در واقع تمرین بکنیم، کار کردن با سیستم جدید رو البته کردیم، ولی همیشه رفتن روی ار یک ملاحظات فنی خاص داره که اونا رو داریم کار میکنیم و به تدریج برنامه ها رو گسترش میدیم از این در واقع نزدیک به 2 ساعتی که امروز شروع کردیم. ممنونم از شما آقای رمضان‌پور و باز هم بهتون خسته نباشید و تبریک میگم به شما و به همه همکارانمون در دفتر لندن و واشنگتن. علی اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی ایران اینترنشنال، از استودیوی تازه ما از لندن. متشکرم. اما در خبر دیگر، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته از روند اجرای مفاد توافق اسفند ماه سال گذشته بین آژانس و جمهوری اسلامی رضایت نداره. رافائل گروسی در کنفرانس عمومی آژانس در وین گفته پیشرفت مورد انتظار او در اجرای فعالیت‌های راستی آزمایی توافق‌های مشترک به دست نیامد. به گفته گروسی، با گذشت چند سال همچنان مسائل مهمی در رابطه با تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT حل نشده باقی مونده. خبرگزاری دولتی ایرنا اظهارات گروسی رو ادعاهای سیاسی خونده و اونها رو رد کرده. این در حالیه که میدونیم جمهوری اسلامی به تازگی مجوز فعالیت 8 بازرس آژانس در ایران رو لغو کرده. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما همراه میشه. نیلوفر، همین تازگی آقای امیر عبداللهیان گفته ما آماده ایم که بر سر مسائل هسته‌ای گفتگو کنیم، اما به نظر نمیرسه که آژانس و مشخصا آقای گروسی راضی باشه از اون چیزی که داره اتفاق میفته. نه، این پرونده فعالیت‌های اعلام نشده ایران چیزیه که حالا نه بر اساس برجام ربط پیدا می‌کنه به تعهدات دیگه‌ای که ایران با آژانس داره، فعالیت‌های پادمانی همونطور که اشاره کردیم، و این موضوع حدوداً 4 ساله که در جریان و هنوز حل نشده. ایران به سوالات آژانس پاسخ نداده. در نهایت بعد از گفتگوهای بسیار، مذاکره‌های بسیار، قول و قرارهایی که از طرف ایران هر بار داده شد بعد از هر بار دیدار با رافائل گروسی، در نهایت یکی از این پرونده ها بسته شد. سایت مربوط به فعالیت ها در آباده موضوعش از نظر آژانس مختومه اعلام شد، ولی هنوز وضعیت در مورد 2 سایت دیگه مشخص نیست و سوالات آژانس بی پاسخ مونده و به نظر نمیرسه که ایران بخواد اونها رو جواب بده یا حلش بکنه از طریق گفتگو، با توجه به صحبت هایی که در همین اجلاس در واقع آژانس امروز رئیس سازمان انرژی اتمی بهش اشاره کرده. او گفته که ایران انتظار داره که پرونده فعالیت‌های این فعالیت‌ها به گفته ایران، این پرونده ادعایی از طرف آژانس مخدومه اعلام بشه. بنابراین ایران احتمالاً انتظار داره تا اتفاقی مشابه اون اتفاقی که در سال 2015 افتاد بیفته، یعنی زمانی که پرونده فعالیت‌های گذشته ایران، پرونده موسوم به جنبه‌های احتمالاً نظامی پرونده هسته‌ای ایران، به دنبال مذاکرات مرتبط با برجام به صورت سیاسی بسته شد و آژانس اون پرونده رو گذاشت کنار. رافائل گروسی گفته که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، ولی احتمالاً اگر در نهایت قدرت‌های جهانی با ایران به یک توافق برسن، یعنی بعد از توافق‌هایی که با ایران و آمریکا بشه، اگر گفتگوهای برجام صورت بگیره، به یک توافقی برسن، احتمالاً شاید آژانس این پرونده رو هم مثل قبل به طور سیاسی بخواد ببنده. ولی تا اینجا به نظر نمی‌رسه ایران همکاری لازم رو بکنه. همونطور که اشاره کردی، موضوع بازرسان آژانس هم هست، چیزی که امروز اتحادیه اروپا در بیانیه خودش در این کنفرانس هم یک بار دیگه بهش اشاره کرده و اظهار امیدواری کرده که ایران از این تصمیم برگرده و در مورد عدم همکاریش هم در واقع ابراز تأسف کرده. ممنونم از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما بود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پس از اینکه نتونست اجازه سفر به واشنگتن بگیره، ایالات متحده رو ترک کرده. این خبریه که وبسایت امواج میدیا گزارش داده و گفته حسین امیرعبداللهیان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بوده، تلاش کرده آخر هفته پیش به پایتخت آمریکا سفر کنه، اما درخواستش برای معافیت از محدودیت‌های رفت آمد مقام‌های ایرانی توسط دولت بایدن رد شده. امواج میدیا به نقل از منابع ایرانی نوشته امیرعبداللهیان قصد داشته از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن بازدید کنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، با ما همراه میشه. آقای معماریان، می‌دونیم که ویزایی که برای بسیاری از کشورها مثل ایران به ویژه صادر میشه مختص به نیویورک، در بعضی موارد حتی محدودتر هم شده به یک محدوده خاص. چه نشانه‌هایی وجود داره که امیرعبداللهیان می‌خواسته بیاد واشنگتن و چه انگیزه‌ای داشته در حقیقت از این سفر؟ چندین منبع مسئله مطرح کردم. منم خودم صبح امروز از یه نفر که مطلع بود نسبت به این درخواست شنیدم که این درخواست وجود داشته و توسط مقامات آمریکایی رد شده. خیلی هم عجیب هست توجه به همه دشمنی که بین ایران و آمریکا هست و کورکوریایی که مقامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا میخونن، این علاقه شون به سفر کردن در داخل آمریکا هم به هر خودش در نوع خودش جالب هستش. از طرف مقامات ایالات متحده هیچ دعوتنامه‌ای برای امیرعبداللهیان در واقع صادر نشده، قرار نبوده که کسی رو ببینه، جلسه‌ای داشته باشه، و این درخواست خود وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بوده که به واشنگتن سفر کنه. بهانه شون یا دلیلی که آوردن این هستش که می‌خواستن از دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن دیدار بکنن، که خیلی دفتر خیلی کوچیکی است، مشخص نیستش که زحمت سفر کردن رو، درخواست دادن اینها رو برای اینکه فقط برن یک دفتر کوچیکی در واشنگتن ببینن برای چی اصلا این مسئله مطرح کردن. ولی میشه واقعا در لابلای خطوط این مسئله رو دید که شاید می‌خواستن که در اثنایی که به هر حال دولت آمریکا موضع تندی رو نسبت به عملکرد مقامات جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات سراسری داشته، خواستن که این رو بگن که مثلا اگر میتونستن اجازه بگیرن و برن به واشنگتن، بگن که مثلا مقامات آمریکایی روی خوش نشون دادن یا ملاتفت نشون دادن یا وضعیت بهتری رو به دولت جمهوری اسلامی دادن. استفاده تبلیغاتی کنن به نوعی از این سفر هم. استفاده تبلیغاتی بکنم، ولی با این اوباشگری که به هر حال همراهان تیم آقای رئیسی و تیم آقای امیرعبداللهیان در نیویورک نشون دادن و با خشونتی که علیه خبرنگاران نشون دادن و رسانه‌ای شدن این نوع برخوردها در آمریکا، به نظر من اساساً از همون اول این چنین احتمالی به نظر من مردود بود، به خاطر اینکه از نظر سیاسی برای دولت بایدن هم بسیار سنگین بود که یک وزیر خارجه بعد از این همه به هر حال اختشاشات و اختلالات و رسوایی که در نیویورک داشتن بخواد که به وزیر خارجه هم اجازه بده که از اون محدودهی که میتونن سفر کنن خارج بشه، و از این جهت میشه گفتش که به هر حال خود همین مسئله تحقیرآمیزی هستش که امیرعبداللهیان بهش تن داده. سپاسگزارم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، با ما. سازمان حقوق بشری هنگا در گزارش نوشته در 6 ماه نخست امسال دست کم 52 مورد زنکشی در ایران ثبت شده که حداقل 20 موردش انگیزه موسوم به ناموسی داشته. 11 مورد از این 52 مورد دختران زیر 18 سال بودند. بر اساس این گزارش بیشترین موارد زنکشی مربوط به استان تهران بوده. انتشار این گزارش همزمان شده با اعتراف پدر هایده حسنزاده، دختر 16 ساله اهل سردشت که چند روز پیش جسد بیجانش پیدا شد. پدر او گفته دلیل قتل فرزندش این بوده که به هر خوش گوش نمی کرده. بیشتر روزنامه شرق گزارش داده بود که در 3 ماه اول سال 1402 دست کم 27 مورد قتل موسوم به ناموسی رخ داده. بر اساس گزارش شرق از خرداد 1400 تا پایان خرداد 1402 هم خبر قتل دست کم 165 زن به دست یکی از مردان خانواده رسانه‌ای شده. همراه شیم با مریم فومنی، فعال حقوق زنان از لندن. خانم فومنی، در شرایطی که به نظر نمی‌رسه حکومت عزمی داشته باشه برای اینکه این روند رو متوقف کنه، روندی که سالها شاهدش بودیم، حتی در مواردی باعث شده بهش دامن هم زده بشه، چه کاری از دست فعالان برمیاد؟ چه کاری از دست شاید اعضای خانواده بر بیاد؟ همونطور که شما گفتید، واقعا دیگه امیدی نیستش که تلاش هایی که برای توقف این حکم انجام میشه از طرف فعالان مدنی و حتی روزنامه نگاران بتونه از طرف حکومت پاسخ مثبتی بگیره. برای اینکه ببینید، خب ماجرا این هستش که
در واقع داره قتل اتفاق میفته و قانون هستش که باید بتونه جلوی این قتل ها رو بگیره. ولی حتما توی برنامه‌های دیگه هم شما مفصل پرداختید به این که قوانین ایران برای کشتن زنها بسیار تبعیض‌آمیز هستن، تخفیف قائل میشن برای قاتلان مرد، و وقتی که این قتل ها از طرف پدر باشه، جد پدری باشه، که کاملا متفاوت هستش، و حتی اعضای دیگه خانواده به سرعت و خیلی به آسانی بخشیده میشن. فعالان زن از سالهاست که دارن کار میکنن. سال 87 در کردستان کمپین علیه خشونت‌های ناموسی به راه افتاد. سال 99 دوباره در کردستان جیوانا یک گروهی را تشکیل شدش به نام جیوانا برای توقف قتل‌های ناموسی. زنده‌یاد پروین بختیاری سال 88 یک کتاب مفصل راجع به این نوشته و همیشه این یک موضوع داغ در دستور کار جنبش زنان ایران بوده، اما بدون اینکه یک عزم جدی از طرف حکومت وجود داشته باشه نمیشه اینها رو متوقف کرد. من واقعا فکر میکنم که شاید الان کاری که بشه کرد این هستش که کاملا ناامید بشیم از اینکه حکومت بخواد قدمی در این زمینه برداره و شروع کنیم به فرهنگ سازی، برای اینکه یک بخشی از این قتل‌هایی که به بهانه ناموس انجام میشه، یک بخش بزرگیشون به خاطر فشاری هستش که جامعه به مردان خانواده میاره، به خاطر چیزی که سرکشی زنان گفته میشه، به خاطر حق‌خواهی زنها، در واقع به خاطر اینکه زنها آزادی میخوان، میخوان از اون چارچوب‌هایی که براشون به غلط گذاشته شده پا رو فراتر بنهن و مردان خانواده و اون جامعه سنتی اطراف اونها نمیتونه تحمل کنه، به مردان خانواده فشار میاره و اونها برای اینکه این فشار رو از دوش خودشون و دیگر اعضای خانواده بردارن، میرن صورت مسئله رو پاک میکنن، میرن زن رو میکشن و میان با افتخار میگن که ما این زن رو کشتیم که اون بار سنگین از دوش ما برداشته بشه. واقعا شاید کاری که باید کرد الان این هستش که این شرم رو ببریم به سمت مردانی که مرتکب این کار میشن. نمونه از قابل مقایسه نیست ابعادش، ولی یک نمونه‌ای که تا یک حدی میتونه شبیه باشه اتفاقی هستش که در رابطه با آزارهای خیابانی افتاد برای زنها. خب ما میدونیم که توی این سالها فعالان زن بسیار شروع کردن فرهنگ سازی و واقعا تغییر کرده. ما تا همین چند سال پیش گفته میشدش که اگر به هر دلیلی حجاب لغو بشه، حالا یا این حکومت نباشه یا از قوانین حجاب بخواد بیادش عدول بکنه، خود جامعه این اجازه رو نمیده و زنها که بیان بدون حجاب توی خیابون بسیار مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، در حالی که ما دیدیم این اتفاق نیفتاد و جامعه اتفاقا با افتخار به این زنها نگاه کرد و حتی گزارش های بسیاری هستش که مردانی که قبلا متلک میگفتن، دستمالی میکردن، آزار میدادن، الان دیگه این کار رو نمیکنن و اونها هم با احترام به این زنها نگاه میکنن. شاید این بشه یک نمونه باشه که واقعا شروع کنیم که این شرم رو ببریم به طرف مردانی که مرتکب قتل های ناموسی میشن. این اتفاق در کردستان افتاده، همون تجربه کمپین علیه قتل‌های ناموسی که سال 87 شکل گرفتش. یکی از فعالان زن میگفتش که اولا که این واقعا تاثیرگذار بود و شروع کردش به کاهش آمار، ما با کاهش آمار قتل‌های ناموسی مواجه بودیم و اینها کاری میکردن که مردهای اتفاقا انگشت نما بشن به خاطر این کار، با اینکه بریم زیر تابوت این زنها رو بگیریم، بریم سر گورهای اینها، ولی خب اتفاقی که میفته این هستش که بیشتر این حرکت ها از طرف حکومت نه تنها تشویق نشدش بلکه متوقف شد. این زنهایی که برای توقف قتل های ناموسی کار میکردن بازداشت شدن و مثلا ما همین سال گذشته شاهد این بودیم که بسیاری از زنانی که عضو گروه جیوانا بودن بازداشت شدن و خب نتیجهش این هستش که ما دوباره با افزایش قتل های ناموسی مواجه. سپاسگزارم از شما مریم فومنی، فعال حقوق زنان از لندن با ما. اما در زیر ذره‌بین امشب، آیا باید مسئولان جمهوری اسلامی را برای طولانی کردن جنگ ایران و عراق محاکمه کرد؟ چه کسانی پس از آزادسازی خرمشهر حاضر به صلح با عراق نشدند؟ خسارت جانی و مالی به ایران پس از سوم خرداد 1361 چقدره؟ امشب جنگ ایران و عراق رو زیر ذره‌بین می‌بریم. سوم خرداد سال 1361 خرمشهر پس از 580 روز اشغال آزاد شد. بزرگترین پیروزی نظامی ایران در جنگ با عراق.
جنگ ایران و عراق 31 شهریور سال 1359 شروع شد و بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی تا پایان همون سال 59 بیش از 12,000 نفر جونشون را از دست دادن. در سال 60 این تعداد به بیش از 14,000 نفر رسید. در سال 61 تعداد کشته شده های ایران بیش از 32,000 نفر بود. بخش زیادی از این کشته ها مربوط به عملیات های آزادسازی خرمشهر و عملیات رمضان بودند. بحث های زیادی هست که ایران میتونست پس از آزادسازی خرمشهر با عراق صلح کنه و جنگ رو تموم کنه. اما چه کسانی جنگ رو ادامه دادن؟ در آغاز جنگ نیروهای عراقی بخش‌های وسیعی از خاک و شهرهای مرزی ایران رو تصرف می‌کنند. از جمله خرمشهر نزدیک به 14,000 کیلومتر مربع. از مهر 60 تا خرداد 61 کفه ترازو به سمت ایران پایین میره به سود ایران. ایرانی‌ها طی چند عملیات موفق به بازپسگیری بخش‌های زیادی از خاک اشغال شده میشن. عراق بعد از شکست در عملیات بیت المقدس از بخش‌های زیادی عقب نشینی می‌کنه و تنها در 1400 کیلومتر مربع از خاک ایران نیروهاش رو نگه می‌داره. حالا موازنه قوا به نفع ایران تغییر کرده. صدام و سازمان ملل پیشنهاد صلح میدن. شورای عالی دفاع جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره که صلح کنه یا به جنگ ادامه بده. بعد از آزادسازی خرمشهر دو جلسه تشکیل میشه. مهمترین کسانی که حضور داشتند اینها بودند: روح الله خمینی، علی خامنه ای رئیس جمهور وقت و رئیس شورای عالی دفاع، هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، احمد خمینی، میرحسین موسوی، علی اکبر ولایتی، ظهیر نژاد رئیس وقت ستاد مشترک ارتش و البته صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش. نظر نهایی شورا اینه: ادامه جنگ، ورود به خاک عراق و حتی فتح بصره. آزادسازی خرمشهر چنان اعتماد به نفسی به سران جمهوری اسلامی داده بود که اونا حالا میخواستن صدام رو هم تنبیه کنن. شمایی که میگید ما صلح طلبیم، میخواید که صلح طلبی شما مثل صلح طلبی اسرائیل است؟ حالا این آتش بس را مگر میشد مسلمان ها قبول کنن؟ این ذلت است نه آتش بس. همون آتش بس صدامی است، این آتش بسی که اسرائیلی هم دارد چیز میکنه، نه این آتش بس اغلایی است و عقلی است و هیچ انسان شریفی قبول میکند و نه اون آتش بس. خامنه ای اول تیر 1361 اعلام کرد با فتح خرمشهر و حتی فتح دیگر شهرها جنگ تمام نخواهد شد. این در حالیه که برخی معتقد بودند صدام پس از شکست در خرمشهر در موضع ضعف قرار داشت و پس گرفتن 1400 کیلومتر مربع باقی مونده با مذاکره به راحتی دست یافتنی بود. یک استدلال این بود که در واقع بر این مبنا بود: ما در جنگ پیروز شدیم، الان سرزمینمون رو آزاد کردیم، اون مقداری که در اشغال عراق به راحتی میتونیم بگیم بره عقب و عراق آمادگی داره. نام عملیاتی که برای ورود به خاک عراق و فتح بصره برنامه ریزی شد رمضان بود، درست 50 روز پس از آزادی خرمشهر. نتیجه عملیات یکی از سنگین ترین شکست های ایران بود. همون سالی که کشته شده های ایران 32,000 نفر شد، یکی از بالاترین آمار کشته ها در 8 سال جنگ. نزدیک به 188,000 نفر در جنگ ایران و عراق جان باختن، کشته شدن. اگر جنگ پس از آزادسازی خرمشهر تمام می شد و با فرض اینکه آمار کشته شده ها رو هم همون آمار پایان سال 61 در نظر بگیریم، میشد از مرگ دست کم 130,000 نفر جلوگیری کرد، یعنی تضمین سلامت 650,000 خانواده. آزادسازی خرمشهر در ماه 20 جنگ روی داد، یعنی اگر مسئولان جمهوری اسلامی با صلح موافقت می‌کردند میشد که جنگ 1/5 زمان نهاییش، یعنی حدود 6 سال زودتر تموم بشه. بر اساس برآوردهای جمهوری اسلامی خسارت مستقیم جنگ ایران و عراق برای ایران 97 میلیارد دلار و خسارت غیر مستقیم نزدیک به 150 میلیارد دلار بوده. اگر فرض کنیم که جنگ پس از آزادسازی خرمشهر تموم میشد، در یک محاسبه نچندان دقیق شاید بشه گفت خسارت وارده به ایران هم 197 میلیارد دلار کمتر بود. با توجه به جمعیت 49 میلیون نفری سال 65 باید گفت از هر 1,000 نفر جمعیت کشور تقریبا 4 نفر در جنگ ایران و عراق کشته شدند. استانهای مرکزی و استانهای غربی کشور در مقایسه با جمعیتشون کشته های بیشتری داشتند.
آمار کشته شده ها در جنگ در استانهای اصفهان، قم، سمنان، یزد و در غرب ایلام و کرمانشاه بالای 6 نفر و در خوزستان 5.5 نفر در هر 1000 نفر بوده. در آمارهای رسمی جمهوری اسلامی 71% جانباخته ها بین 16 تا 25 سال بودند، نزدیک به 155,000 نفر. به بیان دیگه در میان کشته شده های جنگ ایران و عراق از هر 3 نفر دست کم 2 نفر زیر 25 سال سن داشتند. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که معید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط ناقص میگیم که جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است میگد که جنگ تا رفع فتنه، غایت رفع فتنه است. هفته آغازین جنگ ایران و عراق مصادف با شروع سال تحصیلی دانش آموزا هم هست. متاسفانه نزدیک به 17%، یعنی 37,000 نفر از کسانی که در جنگ کشته شدند هنگام اعزام به جبهه ها دانش آموز بودند. جنگی که به خواست مسئولان نظام 6 سال بیشتر طول کشید و نامش دفاع مقدس شد. اما در خبری دیگر، هزاران نفر از ارامنه ساکن قره‌باغ که ناچار به محل ترک محل زندگیشون شدن امروز به ارمنستان رسیدن و در اردوگاه‌های آوارگان پناه گرفتن. ارمنستان میگه از اول صبح امروز بیش از 6500 نفر از ارامنه قره‌باغ وارد این کشور شدند. به دنبال درگیری‌های نظامی آذربایجان با ارامنه در منطقه قره‌باغ، این گروه از ترس انتقام‌جویی ارتش آذربایجان به ارمنستان پناه بردند. دولت ارمنستان میگه در جریان آتشباری توپخانه ارتش آذربایجان حدود 200 نفر از ساکنان ارمنی قره‌باغ کشته شدن. آمارهای رسمی اما حکایت از کشته شدن 27 نفر دارن. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، با ما همراه میشن. آقایی با خود شما صحبت میکردیم که هرچه قدم به قدم جلوتر بریم تصویر روشن‌تر میشه که در اون منطقه چه اتفاقی خواهد افتاد. این کوچ رو چطور میبینین و چه تحولاتی در حال وقوع اونجا؟ خب من چند روز پیش در مصاحبه با تیتر اول گفتم بعید به نظر می رسید با توجه به اینکه از نظر حقوق بین الملل هم منطقه قره‌باغ بخشی از خاک جمهوری آذربایجان هست، الهام علیف بخواد امتیاز یه خاص و ویژه‌ای رو بده در رابطه با حق و حقوقی که ارامنه قره‌باغ دارن. و به نظر می رسید که همین مسئله هم رخ داده و حدود 120,000 ارمنی ساکن قره‌باغ الان عملا راهی ندارن جز اینکه اون تابعیت یا شهروندی جمهوری آذربایجان رو طبق قوانین خود جمهوری آذربایجان بپذیرن. و همون طوری که داریم می‌بینیم هزاران تن از اونها مجبور به ترک اون خانه و کاشانه خودشون هستند و خب به لحاظ تاریخی هم اونها در اون خانه و کاشانه خودشون بودن و ولی مجبور هستن که کوچ بکنن و احتمالاً برن به ارمنستان. و این مسئله به هر حال این بحران قره‌باغ به نظر میاد از لحاظ ژئوپلیتیکی احتمالاً حل شده باشه، یعنی به هر حال میشه گفت تا به تاریخ پیوسته اون قره‌باغ، ولی به نظر میاد که هنوز از نظر اون جنبه های انسانی خودش این بحرانی که وجود داره به نظر میرسه که همچنان این مسئله از لحاظ انسانی تبعاتش همچنان ادامه خواهد داشت. آقای بازیگرای منطقه‌ای رو چطور میبینیم؟ مثلا به خصوص جمهوری اسلامی، نقشش، موازهی که گرفته؟ ببینید در مورد منطقه قره‌باغ، خب جمهوری اسلامی هم گفته که حق حاکمیت جمهوری آذربایجان بر منطقه قره‌باغ رو به رسمیت می‌شناسه، بنابراین به نظر نمی‌رسه که خودش رو بخواد در اون مورد دخیل بکنه. ولی با توجه به علائمی که داریم می‌بینیم و با توجه به خود اظهارات رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان و الهام علیف که خود اردوغان در ماه ژوئن و ژوئیه گفته بود که مشکل در رابطه با مثلا کریدور زنگزور ایران هست و گفته بود که هر چه سریع‌تر باید کریدور زنگزور بازگشایی بشه، به نظر میرسه که با توجه به اینکه من گفتم تمامی شرایط از بعد ژئوپلیتیکی به نفع جمهوری آذربایجان هست و با توجه به اینکه روسیه هم درگیر جنگ اوکراین هست، من فکر میکنم فرصت طلایی رو از نگاه ترکیه و جمهوری آذربایجان فراهم شده که بتونن حداکثر امتیاز رو نه فقط در مورد منطقه قره‌باغ بلکه در مورد کریدور لاچین و حتی در مورد کوریدور زنگزور هم بتونن به دست بیارن، چون میگم این فرصت از نگاه اونها طلایی هستش. الان باید بتونن که حداکثر امتیازات رو بگیرن. من فکر میکنم که به هر حال در مورد کوریدور زنگزور هم جمهوری آذربایجان و ترکیه کار خودشون رو خواهند کرد، اما
از طریق دیپلماتیک، اولویت دیپلماسی است، احتمالاً دیپلماسی فشار تا از بروز جنگ جلوگیری بکنن و عملاً جمهوری اسلامی هم ممکنه که در واقع داخل بکنن توی یک روندی همون مذاکرات سه به علاوه سه، ولی سعی میکنن که عملاً حداکثر امتیاز رو بگیرن و جمهوری اسلامی رو در وضع موجود در یک عمل انجام شده قرار بدن که نتونه عملا کاری رو انجام بده. در آخر هم اینا میگم که بخشی از این اقدامات جمهوری آذربایجان و ترکیه هم در راستای اون همکاری های راهبردی هستش، در راستای سازمان کشورهای ترک زبان داره صورت میگیره، عملا بست و گسترش نفوذ ترکیه هست با شرکای خودش علاوه فرهنگی، اقتصادی، زبانی، سیاسی و شاید حتی نظامی در دراز مدت بین کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای ترک زبان به خاطر منافع این، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هم سیاست‌های غلطی رو در پیش گرفته و منافع ملی مردم ایران رو دقت نمی‌کنه، این کشورها به خصوص جمهوری آذربایجان و ترکیه هم فرصت رو مقتنع می‌بینن تا زمانی که ایران ضعیف است بتونن به حداکثر خواسته خودشون در راستای برنامه‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای خودشون برسن. سپاسگزارم از شما حسین آقای پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک با ما بود. اینجا در آمریکا با نزدیک شدن به پایان مهلت تصویب لایحه بودجه در کنگره و عدم توافق جمهوری‌خواهان بر سر تصویب این لایحه، احتمال تعطیلی دولت آمریکا در چند روز آینده شدت گرفته. کنگره آمریکا تا نیمه شب 30 سپتامبر 8 مهر ماه مهلت داره بودجه سازمان‌های دولتی رو تصویب کنه. با این حال شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه برای سومین بار با بررسی بودجه دفاعی پیشنهادی کوین مک‌کارتی رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان مخالفت کردند. دولت آمریکا آخرین بیش از 4 سال پیش به دلیل عدم توافق کنگره و دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت بر سر لایحه بودجه به مدت 34 روز تعطیل شد که این طولانی ترین دوره تعطیلی دولت آمریکا بود. تخمینه ده بزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه شده. خانم ده بزرگی، وزنه ترازو بیشتر به نظر میرسه به سمت اینکه احتمالاً دولت آمریکا تعطیل بشه پیش میره. چقدر فکر می‌کنین که این به اون سمت بره بیشتر؟ در حال حاضر به نظر میاد که آقای کوین مک‌کارتی یک جنگ طولانی رو مقابل خودش داره با اعضای حزب خودش جمهوری خواهان. در سال گذشته زمانی که آقای کوین مک‌کارتی می‌خواستن به مقام سخنگوی مجلس نمایندگان برسن، یکی از مشکلاتی که ایشون داشتن این بودش که عده‌ای از جمهوری خواهان با ایشون توافق نمی‌کردن سر یه سری از مسائل، از جمله کوچک کردن اندازه و سایز بودجه دولت فدرال آمریکا، و الان می‌بینیم که این تأثیر داره خودش رو نشون میده. بسیاری از همون اعضایی که روز اول با ایشون مخالفت می‌کردن الان دوباره دارن سنگ اندازی می‌کنن در این بودجه که در حال حاضر باید تصویب بشه تا بودجه دولت فدرال در اصل راهی آژانس‌های دولتی بشه. و دلیلشون هم اینه که یکی اینکه با بودجه دادن با اوکراین مخالفت میکنن این اعضا، آقای چیپروی در این مورد ابراز نگرانی کردن که مرز جنوب آمریکا در حال حاضر باز هست و دولت همچنان داره پولها رو روانی اوکراین میکنه. در نتیجه این مذاکرات در حال حاضر به بن‌بست خورده و به نظر نمیاد که در حال حاضر جمهوری خواهان راهی برای حل کردن مشکلات داشته باشن، مگر اینکه آقای کوین مک‌کارتی کوتاه بیاد در یک سری از این موارد که باز هم ممکنه دوباره این به مشکل بخوره، به خاطر اینکه مجلس سنا در دست دموکرات هاست و اگر حتی این جمهوری خواهان راستگرا به نتیجه که میخوان برسن ممکنه دوباره این بودجه در سنا شکست بخوره. در نتیجه معلوم نیستش که این قضیه در اصل به زودی حل بشه. خانم ده بزرگی، اما کمی راجع به این تعطیلی دولت برای ما توضیح بدین که به خاطر اینکه کمتر کشورهای در جهانن که دولتشون به این شکل تعطیل بشه به خاطر ساختار ایالات متحده است که این اتفاق میفته، چه تبعاتی خواهد داشت؟ کنگره وظیفه بودجه دادن به دولت فدرال رو داره. همه آژانس ها، حتی کاخ سفید تا حتی دفاتر محلی که زیر دولت فدرال هستن تعطیل خواهند شد اگر این بودجه پاس نشه. بسیاری از کسانی که در این دفاتر کار میکنن حقوق نخواهند گرفت. این ممکنه تاثیرات خیلی زیادی روی اقتصاد آمریکا هم بذاره. ولی
این نشون میده که قدرت کنگره چقدر اهمیت داره، به خاطر که اگر کاخ سفید بخواد کار رو انجام بده باید حتما اعضای کنگره رو با خودش همراه کنه. آقای بایدن در حال حاضر درگیر جنگ اوکراین هست و ایشون از کنگره خواهش کردن تا بودجه اوکراین رو افزایش بدن، ولی به نظر میاد که آقای بایدن نتونستن اعضای کنگره با خودشون همراه کنن، آقای مک‌کارتی نتونستن اعضای کنگره رو با خودشون همراه بکنن. طبق ساختار سیاسی دولت آمریکا این نشون میده که در اصل کنگره باید بتونه به این سیاست‌ها در اصل اهمیت بده و موافق باشه با اینها. اگر موافق نباشه بودجه نخواهد داد و وقتی هم بودجه نباشه اون کارها انجام نخواهد شد. مشکلی دیگه‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال افرادی که در کنگره کار میکنن مردم عادی آمریکا هستن که در این دفاتر مشغول به کار هستن، حقوقشون رو نخواهند گرفت. سوشال سکیوریتی، فود استمپ و خدمات رفاهی دولت هم ممکنه در اصل بودجهشون رو از دست بدن اگر کنگره این بودجه رو پاس نکنه. در حال حاضر مقداری پول هست در صندوقی که برای این چنین مواقع در از تدارک دیدن، ولی اگر این بودجه پاس نشه ممکنه که ما به مشکلات زیادی بخوریم. سپاسگزارم از شما. تامینه دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. همچنان در آمریکا اما این بار از سینما، اتحادیه فیلمنامه‌نویسان آمریکا بعد از 146 روز اعتصاب اعلام کرده که به توافقی اصولی با اتحادیه تهیه کنندگان آمریکا رسیده. اعضای اتحادیه حدود 5 ماه پیش به اعتصاب رأی داده بودند که به یکی از بزرگترین اعتصاب‌های تاریخ هالیوود بدل شد و بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی رو به تعویق کشوند. خواسته‌های اصلی اعتصابیون افزایش حقوق، تضمین‌های شغلی که مربوط به بیمه و بازنشستگی هم بودند، رفع نگرانی درباره به کارگیری هوش مصنوعی و غیره بوده. قرار اتحادیه فیلمنامه‌نویسان فردا رؤوس کلی توافق با تهیه کننده ها رو به صورت قرارداد تازه‌ای تنظیم کنه تا توافق به صورت نهایی تایید بشه و در اون صورت این اعتصاب تاریخی با پیروزی به پایان میرسه. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، با ما همراه میشه. آقای مصلح، گرچه هنوز تایید نهایی نشده اما فیلم ها و عکس هایی هست که فیلمنامه‌نویسان دارن جشن میگیرن رسیدن به این توافق رو پس از هفته ها تلاش. چه جزئیاتی داره، چه راهی رو طی کردن؟ بله، ببینید هنوز جزئیات توافق اعلام نشده. بعد ضمن اینکه اعلام کردن این به شکل آزمایشی به مدت 3 سال خواهد بود، هنوز هم جزئیات رو نگفتن. قراره همونطور که گفتیم در مذاکرات به در واقع اون جزئیات مشخص بشه، ولی رؤوسش همونایی بود که اشاره کردید. یکیش که خیلی مورد توجه قرار گرفته مسئله هوش مصنوعیه، به نظرم شاید بیش از همه، در حالی که خب هنوز هوش مصنوعی به اون نقطه نرسیده که بخواد مثلا جانشین نویسنده ها و فیلم نامه نویسان بشه. ولی یک چیز مهمی که وجود داره، یک در واقع فاکتور مهمی که در این معادله هست، این در واقع چطور بگم، این دست بالای سرویس های استریم مثل نتفلیکس و آمازون. اینها قبلا این شکلی بود که در واقع بخشی از سودی که به فیلم نامه نویسان تعلق می گرفت بابت تعداد دفعات پخش برنامه ها و فیلم ها و سریال ها از شبکه‌های تلویزیونی بود. اینا یک تقویم مشخص داشتن، تعداد دفعات پخش هر اثری مشخص بود. بابت این هم حالا یک عدد و رقمی به فیلمنامه‌نویسان می‌رسید. اون اعتصاب سال 2008شون درباره این بود. سیستم استریم این رو زیر و زبر کرده. یعنی دیگه تعداد پخش ما نداریم به معنای اینکه حالا اون شبکه بگه این مثلا در هفته این تعداد، در ماه این تعداد یا در سال این تعداد باشه. بر اساس درخواست تماشاگر و مثلا یک اثری میتونه هزاران بار یا میلیون ها بار دیده بشه و اینها معتقدن که باید این آثاری که بیشتر مورد توجه و پر مخاطبه به فیلم نویسان هم یک سودی تعلق بگیره. یکی اینه، یکی مسئله حداقل مزد که برای نویسندگانی که به شکل گروهی برای سریال ها کار میکنن، مسئله اینه که اینها طرف حسابشون بیشتر اتفاقا نتفلیکس و دیزنی و از این قبیل بود، نه اون استودیوهای فیلم سازی. منتها مسئله اینه که در این 146 روزی که این اعتصاب طول کشید، وقتی فیلمنامه‌نویس‌ها اعتصاب میکنن، این رو کل صنعت سینما تأثیر میذاره. حتی تا قبل از این که بازیگران هم اضافه بشن و جداگانه اعتصاب بکنن، تولید فیلم‌ها متوقف شده بود و به خصوص سریال‌ها، به خاطر اینکه سریال‌ها به شکل تدریجی این متناشون آماده میشه. به همین دلیل ما دیدیم که این اتفاق افتاد. وقتی
بازیگرها اضافه شدن دیگه به طور کلی پروژه ها متوقف شدن و بعد یه اتفاق عجیب تر افتاد، اینکه در واقع حق شرکت در برنامه های تبلیغاتی رو نداشتن بازیگران، تعداد اعضاشون هم خیلی بیشتره و به همین دلیل ما دیدیم در جشنواره ونیز کلی از بازیگرهای آمریکایی اجازه شرکت پیدا نکردن. اون تعدادی که کمی هم راجع به اعتصاب بازیگرا توضیح بدین که اون به کجا رسیده؟ ببینید اونها هم تقریبا میشه گفت مطالبات یکسانی دارن، با این تفاوت که قضیه مثلا درباره هوش مصنوعی خب حساس تره، یعنی شما یک عکسی رو میدین به هوش مصنوعی جاش ممکنه نقش آفرینی یک بازیگر رو بده بیرون، این نگرانی وجود داره. به طور کلی من فکر میکنم این پیشرفت تکنولوژی باعث میشه این چالش ها به وجود بیاد، یعنی حتی اگر الان بعد از فیلم نویسان بازیگرها هم به توافق برسن، مثلا یک توافق 2-3 ساله، ممکنه 6 ماه دیگه 1 سال دیگه یک تحول دیگه‌ای در تکنولوژی رخ بده که باعث بشه اتفاق جدیدی و اختلاف جدیدی بیفته و من فکر میکنم این مسیریه که سینما و تلویزیون و سرگرمی سازی پیش روی خودش خواهد دید. هر چقدر نقش تکنولوژی بیشتر بشه و نیروی انسانی جایگاهش تضعیف بشه، ما شاهد اینجور چالش ها در صنعت سینما، تلویزیون و سرگرمی سازی خواهیم بود. سپاسگزارم از شما علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما ما رو کرد. بعد از رقابت در زمین حالا نوبت به فضا رسیده که شرکت‌های بزرگ کارخونه‌هاشون رو اونجا درست کنن. به گزارش گاردین شرکت‌های فناوری، تحقیق روی تولید قطعات کامپیوتری، سلول‌های بنیادین یا داروها در شرایط بدون جذب زمین رو شروع کردن. ناسا یه بودجه 2 میلیون دلاری در اختیار گروهی از پژوهشگران گذاشته که روی ایجاد سلول‌های بنیادین جدید و ژن درمانی کار می‌کنن. شرکت صنایع نظامی نورثروپ گرومن با همکاری یک شرکت نوپا در حالی کار روی تولید نیمه هادی ها در فضا رو شروع کرده که این بودجه رو هم دریافت کرده و امیدواره تا قبل از 7 سال دیگه این کار رو شروع کنه. کارشناسا هم میگن امکان تولید بعضی از محصولات مثل ماده کریستال با کیفیت بهتری در فضا وجود داره. مهدی سارینفر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاینا با ما همراه میشه. آقای سارینفر، برای ما توضیح میدین دقیقاً قرار چطور در فضا کارخونه تأسیس بشه و محصول تولید بکنه؟ بله، این اتفاقا یکی از مثال‌های خیلی معروفی در مورد اینکه یه گروهی مثلا یه پولدار و ثروتمند دارن سرمایه گذاری میکنن برای اینکه مسافرت فضایی رو راحت بکنن و این در نهایت منجر میشه به اینکه مثلا کنترل سرطان در همه جای دنیا خیلی ارزونتر و راحت تر بشه. چطوری؟ ببینید ما در صنایع جدید مثلا به کریستال های احتیاج داریم یا به مواد زیستی احتیاج داریم که برای تولید اونها باید در دما رو خیلی بیاریم پایین، مثلا -250 درجه -260 درجه و فشار رو خیلی پایین بیاریم. در نتیجه تولید این مواد خیلی گرون میشه چون انرژی زیادی رو باید صرف یخچال ها یا پمپ های خلاء بکنیم، در حالی که فضا همینجوری هست، یعنی دما خیلی پایینه و فشاری وجود نداره، فقط کافی ما یه مسیر راحت و ارزون برای رفتن به فضا پیدا کنیم. به این ترتیب قیمت تمام شده دارو یا مواد کریستالی بسیار بسیار ارزون میشه و در دسترس میشه. همین الان شرکت مرش داره یک داروی ضد سرطان رو در ایستگاه فضای بین المللی تولید میکنه و همینطور که مثال زدی در کپسولی ساخته میشه برای اینکه مثلا یک داروی خاص HIV رو در فضا با قیمت ارزون تر تولید بکنه. سایفر، اما این مرحله‌ای که دقیقاً برای اینا در نظر گرفته شده فعلا توی مراحل تحقیقاتیه، چقدر میرسه، چه زمانی فکر کنیم به تولید و بهره برداری برسه؟ بله، ببینید این خب اینا آزمایشی که داره انجام میشه خیلی کوچیکه، قطعات کوچیکه و مواد کمی، ولی اینا در حالت پروف آف کانسپت هستن، یعنی وقتی نشون بده که این مفهوم قابل اجرا هست که ما به صورت روباتیک کارخونه کوچیک مثلا در کپسول در فضا داشته باشیم، بعد دیگه مقیاس بزرگ ساختن از اون دیگه کاری نداره. البته تا موقع ایستگاه فضایی بین المللی از بین رفته و ایستگاه‌های فضایی بخش خصوصی برای ایجاد این کارخونه های فضایی راه خواهند افتاد. تقریبا تا 10 سال دیگه 2030 پیشنهاد شده، پیش بینی شده. سپاسگزارم شما مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاینا کانادا ما رو کرد. اما تیتر اول دوشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه از لحظاتی دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همچنین در وبسایت ما با آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. دیدار ما فردا همین ساعت 5.